درود بر بینندگان عزیز. همونطور که دیدید رقابت فوق‌العاده مهیج و حساس، یک رقابت جذاب، جایی که رضا سلیمانی تونست با ناکوت فنی پیروز بشه در برابر مامعلی پیروتی. من کنارم علی سالاروند دارم، عرفان ابراهیمیان انانسر کومین ایونت و رقابت پیش رو هست. من جان... سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. یه بزن بزن حسابی دیدیم، لذت بردم، هم تو بخش ایستاده هم تو بخش خاک. خدایی از لحاظ فنی هم هر دو فایتر عالی بودن، هر دوشون عالی بودن و من فکر میکنم که رضا سلیمانی پلنی که پیاده کرد یه پلن موفق، یه استایل حساب شده کار پس داده است و میتونه با همین روش خیلی کریر موفقی داشته. آره خب فایتو اصلا هیجانی شروع نکرد، خیلی خونسرد آرام، ولی خب ضرباتی که میزد نقطه زن و به قصد هدف میزد. دقیقاً با رقص پا حریفو گیر انداخت، دنبال کنترل خوب بود که ضرباتش رو مستمر کنه تا نتیجه رو به نفع خودش برگردونه. در خدمتتون هستیم با رقابت قبل کارت اصلی یا کومین ایونت این مسابقه، جایی که علیرضا شریعتی از تهران قراره که وارد قفس بشه. شیر و ببر، مدلاین و ببر بیرم. مدلاین محمد رضا شریعتی، علیرضا شریعتی از تهران و امیرحسین علیپور از مازندران، از جویبار، کشتی بلد و واقعا بیرم. رقابتی هستش که تو 77 کیلو فوق‌العاده هیجان انگیزه. این شما و این علیرضا شریعتی. کورنر قرمز ببر بیرم، امیرحسین علیپور، مهد کشتی جویبار، شما و علیپور. Yeah.
بینندگان عزیز، حضار محترم داخل سالن، بیننده گوشه آبی کیج، قد 1.83 متر، وزن 80 کیلوگرم، از شهر تهران، کسی نیست جز علی رضا مدلاین شریعتی. حریف ایشون گوشه قرمز کیج کسی نیست جز فایتری با قد 1.75 متر، وزن 80 کیلوگرم، از شهر جویبار، استان مازندران، کسی نیست جز امیر حسین علیپور، داور مسابقه محمد سالاروند. درود مجدد بر عزیزان، علیرضا شریعتی، محمد سالاروند داره قوانین رو بهشون یادآوری میکنه، چیزی که واجبه. البته اینا فایترها حرفه‌ای هستن، اطلاع دارن از این مسئله، انتظار دارم از هر دو فایتر یه بازی، ولی به خاطر اینکه هیجان بالاست داور باید همیشه یادآوری بکنه، چون ممکنه تو هیجان بالا این اشتباهو انجام بده. تشویق کنید یه فایت جانانه. من نوید یه فایت پر هیجانو میدم. علی سالاروند پیش من، عرفان ابراهیمیان این گیم رو انانسر بود، علی کنار من به من کمک میکنه با صدای زیباش. زنده باشی جسور و بیباک علیپور، البته جوان و شریعتی با تجربه و بازی بلد. شریعتی با شورت آبی و دو تا ضربه سنگین، رضا شریعتی یه دونه هوک سنگین زد، سه تا ضربه سنگین خورد از امیر حسین. باید ببینیم چطوری هر دوتا، قدرت ریش بالاتری داره شریعتی، ولی خب ضربات انفجاری میزنه، یهو به سمت حریف یورش میبره. علیپور قد بلندتر، دست کشیده تر، یه ضربه چه صدای ضربه رو ما میشنویم، از فکر میکنم بینندگان هم میشنون وقتی به هم دیگه برخورد میکنن. هر دو فایتر فایتو ضربه با دست بزن شروع کرد. امیر حسین پی در پی گیر انداخته، یه کروز عالی کروز کرده، فیلم بردار از مسابقه جامون، یه کروز عالی زیر ضربات میره پایین. علیرضا شریعتی اصلا واقعا ببر بیرحمه، اصلا بیرحم و وحشی فایتو شروع کرد. ببینیم علیپور چی کار میکنه. تمام میکنه علیپور نشون داد که تو MMA آینده ای داره برای خودش. امیر حسین علیپور کامل مبارزه خودش رو برد، بدون حرف برد، اول فایت با هیجان برد، بزن بزن کرد. چه نمایش عالی داشت این امیر حسین. حالا اینم قسمت های زیبای فایت، یه اون بیرحمی چند دقیقه پیش و این خوشوبش الان و بغل کردن و احترام میذاره به علی یوسفی. امیر حسین علیپور پیروزی خودش رو جشن میگیره، خیلی زیبا. و چرا به علی یوسفی احترام گذاشت؟ چون کوچش وایساده بود. من میدونم که با هم دیگه تمرین دارن، با اینکه امیر حسین علیپور جویبار زندگی میکنه، ولی در هفته چند روز میره پیروز مسابقه کمپی که علی یوسفی دارن میره. پانچ پسری از مهد کشتی فایت، پسری از مهد کشتی فایتشو با پانچ ضربات مشت بود. امیر حسین پیروز این میدون، وحشیه. علیرضا شریعتی هم من فکر میکنم که اسیر جوونی امیر حسین علیپور و خستگی ناپذیری شد. این جالب داری شروع کرد و ضرباتو آقا با یه تشویق جانانه، مهندس بهتری و تیم همراه آقای علیپور، آقای علی نژاد و دوستان عزیز دیگر رو تشویق کنید. پیروز شده بود اینجا، مشت رو رد کرد علیپور، یه آپر سنگین پشت سر هم، ضربه دست راست پشت هم، فقط با دست راست ضربه به شریعتی زد و دست راستش واقعا سنگین تر به نظر میرسید. شریعتی هم دست وابسته نبود، زیر چند ضربه سنگین بالاخره دفاع کرد، ولی این
خستگی ناپذیری علیپور بود. اینکه انفجاری فایت میکنه، من تنها فایتری بود دیدم که از شمال با انفجار فایت میکنه. فکر میکنم دلیلش هم این باشه چون دوستان عزیز حاضر در سالن همیشه ثابت نیست توی شهر. دوستان عزیز حاضر در سالن دائم توی ارتفاعات سوادکو تردد داره، خیلی سخته ضرباتی رو بزنی با فاصله، مثلا با فاصله کم، با قدرت تمام، شاید تعداد ضربات بیشتر از 20 ضربه 25 ضربه محکم به سر و صورت حریف بخوره، بالاخره یه نفسگیری. این تغییر ارتفاعی که این فایتر داره توی یعنی تو تمریناتش باعث میشه، دقیقا دلیل انفجاری بودنش همینه. من پیشنهاد میکنم همه فایترهایی که تو ایران هستن، خب ما هم توی مازندران هم تو گیلان هم تو جنوب کشور داریم کسایی که تو سطح دریا تمرین میکنن، حتما از ارتفاعات استفاده کنن، تو ارتفاع هم تمرین کنن. ما هم باید آماده بشیم کم کم برای رقابت اصلی امشب. به نظرتون، به نظر دالا بیننده فایت اینجوری فینیش سریع دوست دارن؟ قطعا من به عنوان یه بیننده دوست دارم، ولی مسابقه رو دوست دارم که با وان پانچ کی او تموم بشه، نه مشتای پشت هم. میدلویت در وزن 84 منفی 84 یا میدلویته. این صحنه هایی که میشنوید، تشویق ها و اینا، تیم ریاست فدراسیون ورزش رزمی سالن رو ترک کردن. ما بریم برای شروع مسابقه بعدی آماده بشیم. دوستان عزیزی هم که از اینستاگرام خودم رو دنبال میکنید ببینید از کانال یوتیوب، امیدوارم که تا اینجای کار رو لذت برده باشین. اولین ایونت قانونی MMA در ایران هستش.